درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید مکرون خطاب به نتانیاهو گفت که فراموش نکن که این قدنامه سازمان ملل بود که باعث تشکیل کشور اسرائیل شد در جواب دفتر نتانیاهو پاسخ داد که این قدنامه سازمان ملل نبود که کشور اسرائیل را تأسیس کرد بلکه به دلیل پیروزی ما در جنگ بود که با خون مبارزان قهرمان به دست آمد قهرمانانی که بسیاری از اونا از بازماندگان هولوکاست بودند و داریم میبینیم فرانسه ای که جمهوری اسلامی را آورد الان هم همین فرانسه برای موندن آخوندا داره همه جور سعی میکنه و جلوی پای نتانیاهو و ما ملت ایران سنگ میکنه میدونید چرا برای اینکه فرانسه اولین کشور مختدر اروپایی که ورشکست میشه با رفتن جمهوری نکبت اسلامی جواب هم در های خریداری شده توسط شاهنشاه آریا مهره با برگشتن پهلوی به ایرانمون مجبور پول سهام رو به شما مردم ایران برگردونه و اینجا است که بهتر متوجه میشیم چرا داره خودشو رو جر میده مکرون دست به تهدید میزنه و با این وضع خرابی که جریان سیاسیشون تو سیاست خارجی دارن و در دو جنگ اوکراین و خاورمیانه هم گیان زدن قاعدتا به زودی پرونده مکرون هم بسته خواهد شد دفتر نتانیاهو عملا به نقش یهودیان در پیروزی در دو نبرد جهانی اشاره کرده که یعنی اگر ما نبودیم که آمریکا رو می کمک شما الان فرانسه وجود نداشت اون وقت مکرون اینقدر لجش گرفته که شرکت های اسرائیلی رو از شرکت در نمایشگاه دفاع دریایی ماه آینده من کرده این در حالیه که اسرائیل میلیاردها دلار برای آماده شدن برای حمله به جمهوری اسلامی هزینه کرده مهمات اختصاصی ساخته که ایالات متحده از فروش آنها امتنا کرد یا اصلا نداره والا نیوز گزارش میده که این شامل موشک های دور های جنگنده و سنگر شکن هم میشه. برخی از مهمات اسرائیل ممکنه هنوز فاش نشده باشه. یعنی هر لحظه ممکنه که اف سی و پنج های اسرائیل از ارتفاع خیلی بالا، پادگان ها و مراکز نظامی رژیم رو بمباران شدید کنن. من اگر الان تو ایران سرباز بودم، زندگیم رو دست یک مشت آخوند ترسون نمیسپردم و حتما فرار میکردم بمباران حتمیه این افراد دارن با زندگیشون قمار میکنن و سپر بلای رژیم شدن ببینید که فرمانده تریاکی نیروی دریایی سپا سردار سرتیب علی فدوی میگه سرزمین های اشغالی حتی به اندازه یکی از استانهای کوچک ایران هم نیست ما میتونیم در صورت انتخاب موجودیت صهیونیستی رو نابود کنیم خودتون این سطح غرور دروغ و تبلیغات در رژیم خامنه ای الدنگ رو ببینید که فراتر از تصورات هر ذهن انسانیه اونا در یک توهم بزرگ زندگی میکنن و در واقع هیچی نیستن این سردار اگر زور بزنه شاید بتونه چند تا گیگلی برای شلیک به دیوار مقابلش درست کنه سرزمین اشغال شده فلسطین که توسط سهیلی شده سرزمینی کوچکی محسوب میشه از لحاظ جغرافیا ولی اون سرزمین سرزمین کوچکی است اندازه یکی از استان‌های کوچکی ایران نیست ما اگر اراده کنیم کل سهیونیستا رو میتونیم از بین ببریم این کار شگفتی هست و برقرار و یکی دیگه از دستاوردهای جمهوری اسلامی که میخواست بره اسرائیلیا رو بریزه تو دریا بعدش هم تو اورشلیم نماز جمعه برپا کنه این بود که محمد باقر رفت جنوب لبنان جسد قاعانی رو تو تابوت نیل فروشان کرد و آورد ایران کشورمون در آستانه جنگ قرار داره اون وقت هیچ کدوم از اداره کنندگان فعلی کشور که به وجود آورنده وضع موجود هم هستن هیچ صحبتی با مردم نمی کنن خامنه ای پامیشه میره نماز جمعه که به مردم لبنان دلداری بده و بهشون وعده کمک بده عراقچی هم که میره بغداد به عراقی ها بگه ما آماده جنگیم آن هم در شرایطی که اسرائیل خودش رو برای تلافی حملات موشکی سپاه پاسداران آماده میکنه برخی ناظران بر این باورن که جمهوری اسلامی توان رزمی کافی برای مقابله با پاسخهای شدید اسرائیل رو نداره از این رو جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا از طریق دیپلماتیک دست کم سطح این پاسخ کاهش داشته باشه یا محدودتر کنه هرچند خود مقامات رژیم هم معتقدن که برای دیپلماسی خیلی دیر شده یک مقام ارشد اسرائیلی میگه اهداف حمله به جمهوری اسلامی روشنه اکنون فقط مسئله زمانه اما نکته قابل توجه اینه که شبکه رسانی ملی اسرائیل کان گزارش داد اینکه جمهوری اسلامی از طریق آمریکا به اسرائیل پیام رسونده در این پیام اومده که اگر حمله نظامی اسرائیل به اهداف خاصی محدود بشه جمهوری اسلامی این اقدام رو پایان بحران کنونی تلقی خواهد کرد به گفته این شبکه پیام مذکور از طریق یک کشور دیگه به آمریکا منتقل شده اما نام این کشور اعلام نشده این در حالیه که قبلا علنا جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که هر گونه حمله اسرائیل رو با پاسخ دردناکتری نسبت به حمله موشکی دهم ده مهر پاسخ خواهد داد همکنون منابع اسرائیلی اعلام می کنن که پاسخ اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی محدود و معتدل نخواهد بود بلکه قوی و پرقدرت و احتمال واکنش مجدد جمهوری اسلامی را هم بالا میبرند وزیران راستگرای اسرائیل از طرحهای تصویب شده برای پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی ابراز خورسندی کردن و اونا رو مناسب و در راستای انتظارات خودشون دونستن وزیر خارجه اسرائیل از تحریم های جدید اتحادی اروپا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفته که این تحریم نشان دهنده عدم تحمل جامعه جهانی در برابر اقدامات خطرناک جمهوری اسلامی و حمایت آن از تروریسم اما از همه مهمتر تسلیم شدن خامنه ای در برابر نتانیاهو نامه خامنه ای رهبر ولی امر مسلمین جهان خطاب به نخست وزیر اسرائیل از طریق عباس عراقچی نائب امام زمان ارسال شد مانند سیموار که دنبال امان نامه است خامنه ای هم در به در دنبال امان نامه است رژیم تسلیم اسرائیل شده دوستان پیجرهایی که رژیم به حزب الله سپرد آشوب لازم را برای لبنان ساخت این روند در موشکای سپان با حداقل تلفات مسیر رو برای حمله قطعی میکنه و رژیم به زودی با پاسخش به شورای امنیت میره چون برنامه تسلیم رژیم در برابر ایرانیانه اون وقت ظریف از درخواست تغییر دکترین هسته جمهوری اسلامی میگه که موضوعی جدید نیست ببینید که از نابودی حماس حزب الله و فرار از سوریه رسیدم به نماز خوندن در میدان قدس خمینی ملعون تهران بعدش دکترین ای. اینا فکر میکنن که بمب ای نجات بخش جمهوری اسلامی کثیفه بس خیال باطل گالانت میگه عملیات ما در ایران ممکنه بر جاهای دیگه تاثیر بذاره جمهوری اسلامی مستقیما از خاک خودش به ما حمله کرد زیرا ما دسترسی حماس و حزب الله رو به سلاح قطع کردیم هماس ظرفیت نظامی خودش رو از دست داده و جمهوری اسلامی نمیتونه اون رو بازسازی کنه گالانت میگه نخست وزیر رئیس ستاد ارتش و من موضوع پاسخگویی به جمهوری اسلامی رو از منطق چشم در برابر چشم میبینیم ما تلاش برای تضعیف حاکمیت و حمله به شهروندان خودمون رو تحمل نخواهیم کرد در همین ارتباط نخست وزیر لبنان از سازمان تروریستی حزب الله خواسته که جنوب لبنان را ترک کنند و سلاحهای خودشون رو به ارتش لبنان تحویل بدن وی همچنین گفته که حزب الله امنیت و حاکمیت ملی لبنان رو به خطر انداخته و خواستار اجرا شدن قدنامه 17 صفیه که سازمان ملل مبنی بر خلع اصطلاح حزب الله شد بر اساس قدنامه شماره که شورای امنیت سازمان ملل حزب الله لبنان باید به ساحل شمالی رودخانه لیتانی عقب نشینی کنه تا راه رو برای استقرار ارتش ملی لبنان و نیروهای پاسدار صلح همراه کنه اما نکته مهم نتانیاهو یک دیپلمات نیست نتانیاهو یکی از زیرکترین بازیکنهای منطقه است چون اطلاعاتی و امنیتی کار میکنه چیزی که رژیم ازش ترس داره و کابوسشه نتانیاهو بلده بازی رو به نفع خودش بچرخونه نتانیاهو نمونده که صلح در کار باشه فرصت صلح پنجاه سال بوده و چیزی نشده و زمانی خواهد رفت که دیگه اثری از حزب الله و حماس و جمهوری ننگین اسلامی نباشه اسرائیل این فرصت تاریخی رو از دست نمیده نتانیاهو همون بازی رو که انگلیسیا به رژیم آخوندی دادن رو به زمین جمهوری اسلامی آورده امروز نبرد بین نبرد سرویس های اطلاعاتی غربی با موساد برای نجات جمهوری اسلامی یعنی باید درود فرستاد به موساد برای مالیدن پوزه فرانسوی کثیف کسیف اربابان رژیم به خاک و جان کلام نتانیاهو یک شطرنج باز خیلی باهوشه که تمام حرکات طرف مقابلش رو پیش بینی میکنه و یه مهرش رو طوری حرکت میده که طرف مقابل هرگز نمیتونه پیش بینی کنه بازی بعدیش چیه برای همین بایدن امروز گفته 18 نفر از 19 نفر کارکنان نتانیاهو دروغگو هستن چون به بایدن لو ندادن که میخوان چجوری دمار از روزگار جمهوری اسلامی در بیارن نتانیاهو هم خودش تحصیل کرده و باهوشه و هم پدرش مثل این بشگه های ان پاستاران نیست که خودشون میزنن خودشون هم دست میزنن باید به فدوی و همکاراش گفت شماها هر بار اراده کردید اربابتون چند روز بعدش نماز میت خوند پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.